ظاهرا چند جا بردن و تعمیرم نشده، باید سنسور چیزی باشه. آره 4 ولت رو داریم، مهندسی انجام دادن. برای هم پولکی که میگفتم همینه. 4 تا پایه داره که 2 تاش به هم دیگه راه میده. من حدس میزنم که این قسمت باید پاره شده باشه چون زیاد خم شده. جا به جا متصل کنید میسوزه. اینجا تیره بود، من مشخص نبود، من اشتباهی این مسیرم قطع کردم. سلام دوباره به شما دوستان عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. من سجادم، به کانال خودتون چارسو خوش اومدین. امروز یه دونه ساعت دیجیتال برامون آوردن که از این ساعت هوشمندا به همین حالت ظاهرا چند جا بردن و تعمیرم نشده. چیزایی که اینجا داره میبینید، یه باتری چه، یه دونه فلتی که این سنسور ضربان قلب و چیزی بشه، فشار خونی، حالا نمیدونم چیه. نه تو گوشی ها زیاد استفاده میشه، باید سنسور چیزی باشه تا من ضربان قلب باشم. اگه میدونین چیه تو کامنت ها بگین. این باید یه چیزی مثل ولوم باشه، معمولا مثل ولوم های موس میمونه، اون حالت قلتکشو منظورم. این بورد اصلیشه همتا که داریم میبینید از چند تا آی سی تشکیل شده. این هم مشخصا دیگه قسمت LCD و تاچ پدش. خب مشکلش دیگه روشن نمیشه. من بهت مولتیمتر رو میاریم و حالت تست ولتاژ میذاریم. DC ولتاژ رو اندازه میگیریم ببینیم آیا. آره 4 ولت رو داریم. اینجا مشخصا مقر یک کلیدی چیزی بوده که این وسط خب اون دسته از دوستانی که تو کار موبایل هستن و تعمیرات موبایل انجام میدن میدونن که اینجا باید یه دونه پد مسی باید باشه که اینجا در واقع منفی و این هم پایه پاوره، یا حالت پولکی شکلی داره روش. وقتی فشار میدین این پد به پد وسط متصل میشه و سیستم دوگوشی رو روشن میکنه. این هم همین حالت داره داشته، همین سیستم باید داشته باشه. آره این هم کلید پاوره. اینجا رو شما اگه نگاه کنین یه دونه قبلا روش مهندسی انجام دادن. برای هم پولکی که میگفتم همینه. این باید کلید پاور باشه و این همون حالت ولومی شکل بوده که بعد به چرخ باشه. کار نداریم، بریم ببینیم می شکل رفت کرد مشکل تو یا نه، با هم دیگه میریم زیر لوپ بررسی کنیم این فلتو. خب دوستان همطور که میبینید اینجا بهتون گفتم یه دونه کلید بوده که الان دیگه پد مسی قسمت بوده نیست. این هم ظاهرا مسیرش بوده، حالا بعد طریقی خواستن متصلش کنن نشده. بعد کی پاور کی نوشته کلید پاور. این قسمت خیلی کت شده، من حدس میزنم پاره هم شده باید باشه به دلیل اینکه زیاد روش کار کردن. این قسمت هم همونطور که میبینید حدس میزنم که اینجا باید قطعش داشته باشه از داخل. این فلدی که مین بورد وصل میشه و این همون سنسوری که بهتون گفتم. دیگه این نمیمونه،
اینجا هم خوشبختانه پاره شده و انگار که نیاز به سیم کشی چیزی داره. خب حالا من فلت رو برگردونم. پشتش هم یک نگاهی بندازیم. بله همینطور که میبینید من حدس میزنم که این قسمت باید پاره شده باشه چون زیاد خرم شده. حالا من اینو کلا نمیکنم. از اینجا اگه بتونیم یه دونه خراش ایجاد کنیم به خوبه. دوستان من اینجا رو یه مقدار تراشیدم همینطوری که دارید میبینید. اینا تو مسیر کلید پاور هم. خب اینجا کمی خمیر فلکسی میریزم. حالا یه مقدار لحیم میزنیم که اینجا بتونیم سیم کشی کنیم. خیلی خوب حالا میریم رو میز کار چیزی بهتون نشون بدم. خب دوستان برگردیم به میز کار. کاری که میخوام انجام بدم اینه که کلن دیگه اینجا چون همینطور گفتم پد وسطش دیگه نیست نمیشه کارش کرد. من میخوام از کلید روی گوشه موبایل تبلت استفاده کنم. یه سری کلید دار اینجا کلید خاصی هن. تو بعد از مدل لپتاپ هم استفاده میشه. میخوام اینجا جایگزین کنم و این بچسبونم و شروع کنم به لحیم کاری. فقط موردی که مونه اینی که باید جهت ها رو مشخص کنم چون از 4 تا پایه دارین کلیدا 4 تا پایه داره که 2 تاش به هم دیگه راه میده. بنام تشخیص بدیم کدومه. این دو تا پایه با هم دیگه متصله و این دو تا پایه با هم وصله. پس ما سیم رو باید به این و به این قسمت یه سیم نازک لحیم میکنیم و میریم برای ادامه یه کار. خب دوستان من دو تا سیم به پایه این لحیم زدم. حالا با یه چسب چیزی باید اینو به اینجا یه جوری متصلش کنم که تکون نخوره. من نکته یه همشه باید حواسم باشه اینه که این پدی که اینجا هست و مونده منفیه و اگر ما به همین را چسبه ممکنه پایا به این بورد برخورد کنه. پایه منفیش که منفیه ولی پایه پاورمون ممکنه به این بدن متصل بشه و کلن یک سره بشه دست کار نمیخونه اتفاق بیفته. پس با یه عایق اینجا بذارم و رو عایق حالت چسبی چیزی بزنم. خب همونطور که میبینیم با چسب نواری دورش رو پیچیدم
قبلش یه دونه چرخ نواری هم زیرشه، یعنی بین کلید و این بوردین که هست و اتصالی پیش نیاد. و این کلید هم سعی کردم بردم تو مرکزیتش قرار بدم که دقیقاً با کلیدی که روی ساعت هست هم مسیر بشه و کلید خراب نکن. حالا ما میریم زیر لوب، این سیما رو برمیگردیم و به اینجا لحیم میزنیم ببینیم چی میشه. خیلی خب، اینم که فلتمون. اجازه بدین من یه چسبی چیز اینجا بزنم تکون نخوره. سیم کشی هم اینجا این قسمت داریم. خیلی خوب، خب دوستان، من اینجا همطور که دیدین سیم کشی کردم کلید پاور رو. این قسمت هم که بهتر ببینید، قسمتی هم که پاره شده بود اینجا هم یه دونه سیم کشیدم. از بس که اینجا تیره بود، من مشخص نبود، من اشتباهی این مسیرم قطع کردم مسیر سالمو، ولی خب یه سیم هم اینجا کشیدم. اون قسمتی که از اینجا پاره بود هم از اینجا به یه دونه سیمو به اینجا لحیم کردم. اینم که کلید پاورمونه. خیلی خب، حالا بریم ببینیم، تست کنیم، بریم میز کابینیم مایا جواب میده یا نه. خب دوستان، بریم برای گذاشتن بورد. این بورد چون سیم کشی شده یک مقدار حساسه، پس سعی میکنیم که کمی با لطافت و ظرافت توی قاب بذاریم ببینیم چی میشه. اگر تا اینجا ویدیو هم خوشت اومد من لایک رو بکوبین، حمایت شما باعث دلگرمی من میشه. اگر سابسکرایب کانال ندارین حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از ویدیوهای دیگه من جان نمونید. این سنسور رو اینجا میذاریم. باید جاش همینجا باشه. قطعاً باید همینجا باشه. خیلی
خیلی خوب، این کلید پاور اونجا میذاریم. امیدوارم که کاب چیزی قسیم که چیزی که انجام دادیم پاره نشه. چشمی نگاه میکنم ببینم کابلی پاره نشده باشه. خیلی خوب، حالا چجور بسته میشه این دستگاه؟ اجازه بدیم من باتری رو متصل کنم روی مدار منفی شو، منفی مثبت شو حتما و رعایت کنیم، چرا که بردا خیلی حساسه و با کوچکترین اتصالی و یا اینکه باتری رو جا به جا متصل کنیم میسوزه. بعد میدونم مدار پروتکشن داشته باشه. خیلی خوب. A few moments later. بله، همطور که میبینید ساعت 10 نکردم. خب کاری نداریم، این دستگاه تعمیر شد. همطور که میبینید میرم پیچاشم بعدن میبندم. خب امیدوارم که تونسته باشم چیزی بهتون یاد بدم. چند تا ویدیوم از بالا میذارم، یه ویدیوم در رابطه با تعمیر ساعت دارم توی کانال، میتونید ببینید. تا دیداری بعد و تعمیری بعد، خداحافظ.